در خبرها بود که غارت شدگان شعار میدادند به ما خیانت شده، نقض امانت شده. در واقع خیانت به تعهدات توسط رژیم ولایت فقیه از خود خمینی شروع شد. اونجا که وقتی مردم بهش اعتراض کردند که مگه این همه در پاریس و بیضرا این همه قول ندادی که وضع مردم رو بهتر میکنی، همه چیز رو مجانی میکنی، بعد هم دنیا هم آخرت مردم رو بهتر میکنی، پس چی شد؟ و خمینی با وقاحت تمام گفت قرار نیست من هر حرفی رو که قبلا زدم الان هم روی اون حرف بیستم. یعنی دجالگرانه واژه تعهد به مردم رو به حرف زدن تنزل داد و زیر قول و تعهدش زد و همین رو به کارگزاران و پاسدارانش هم یاد داد. اما حالا این توده های مردم هستند که یقه آخوندها رو و ریششون رو گرفتن و اجازه بالا کشیدن اموال و دسترنجشون رو نمیدن. نگاهی کنیم به برخی از اعتراضات غارت شدگان در روزهای اخیر. در هفته چهارم مهر ماه شاهد تظاهرات هموطنان غارت شده بودیم که در شهرهای مختلف در سرما و گرما و زیر باران برای به دست آوردن حقوقشان و اموالی که به سرقت رفته بود شعار دادند. آنها می گفتند حتی اگر یک نفر هم باشیم از حق خودمان کوتاه نمی آییم. تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه پدیده شاندیز 28 مهر 97. غارت شدگان مؤسسه پدیده شاندیز در مشهد در اعتراض به غارت پولهایشان مقابل محل برگزاری نشست خبری مدیرعامل این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند: غارت شدگان سکه سامن صبح شنبه 28 مهر مقابل دادسرای رژیم در تهران تجمع کردند و به غارت سرمایه‌های از دست رفته خود اعتراض کردند. تجمع اعتراضی مالباختگان تعاونی کوی فرزان در مقابل فرمانداری شهرستان قدس در 28 مهر در اعتراض به تحویل نگرفتن واحدهایشان و سیاست‌های رژیم. غارت شدگان کاسپیان در مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان با در دست داشتن بنرها و دست نوشته هایی شعار می دادند: همچنین در رش نیز در حالی که باران شدیدی میبارید، جمعی از غارت شدگان مؤسسه مالی کاسپیان در برابر شعبه این مؤسسه در رش دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان کاسپیان که اکثر آنان را زنان تشکیل میدادند، خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند. آنها شعار میدادند: حاصل یک عمر ما دزدی ما